سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز جمعه 20 ماه قوس سال 1394 هجری خورشیدی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. خوشبینی رئیس جمهور غنی به توافق اخیر میان کابل و اسلام آباد درباره آغاز گفتگوهای صلح. مذاکرات صلح نتیجه رسیدن به صلح تا و بالا خود داشت. ای حوصله نهایت زیاد کار داره، تمرکز اساسی به کار داره تا ما به هدف برسیم. رد هر گونه فشار برای کنار زدن رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی از سوی رئیس جمهور. معرفی محمد مسعود اندرابی به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی. وظیفه بسیار بزرگ و خطیر ملی به عهده آقای مسعود اندرابی که قبلا معاون اپراتیوی امنیت ملی بودن، این مسئولیت بزرگ به عهده ضیا گذاشته میشه. کاهش رویدادهای امنیتی در ماه نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر سال روان میلادی. با توافق مخالفان حکومت سوریه برای گفتگو با بشار الاسد. مشروع خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید که پاکستان و افغانستان گروه هایی را که از جنگ دست نکشند نابود خواهند کرد. آقای غنی میافزاید که پاکستان از پاکستان خواسته است تا در برابر گروه حقانی و دیگر گروه های حراس افغان گام های اثر گذار بردارد. رئیس جمهور غنی میافزاید که تا هفته های آینده روند صلح اثر گرفته خواهد شد و ایالات متحده و چین نقش مهم در این گفتگوها خواهند داشت. آقای غنی درباره نقش پاکستان در روند صلح میگوید که در این روند داشتن اعتماد کامل و یا به اعتمادی کامل با پاکستان به سود افغانستان نخواهد بود. به گفته رئیس جمهور غنی، این بار افغانستان میتواند در صورت تخطی و یا مداخله های بیرونی در روند صلح افغانستان شکایت درج کند. طارق مجیدی گزارش میدهد. پس از سفر اسلام آباد، رئیس جمهور اکنون به گام های عملی پاکستان و کشورهای دیگر در روند صلح افغانستان خوشبین است و دیدارهایش با مقام های پاکستانی و کشورهای دیگر در نشست قلب آسیا را مهم می‌داند. پایان دادن به نبرد اعلام نشده کابل اسلام آباد و ایجاد اعتماد مشترک در کار مبارزه با حراس افغانی میان این دو کشور از سوی رئیس جمهور یک نیاز دانسته می شود. مذاکرات صلح نتیجه رسیدن به صلح تا و بالا خود داشت. ای حوصله نهایت زیاد کار داره، تمرکز اساسی به کار داره تا ما به هدف برسیم. اما بدون رسیدن به ای منافع بنیادی ما در خطر است. می گوید که 40 کشور جهان به ایجاد یک چهارچوب منطقه‌ای برای پیکار با حراس افغانی توافق کردند و حکومت افغانستان نیز با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد. رئیس جمهور به توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان اشاره می کند و از برنامه حکومت برای گفتگو با طالبانی که از خشونت دست بردارند سخن می گوید. هم ایالات متحده امریکا و هم چین تعهد کردند که در روند صلح با ما همکاری دوامدار می کنند، نه همکاری مقطعی. هند میزبان دور بعدی نشست قلب آسیا خواهد بود. آقای غنی برای مبارزه با حراس افغانی تشکیل اجماع ملی، منطقه‌ای و جهانی را یک نیاز می‌داند. رئیس جمهور غنی هشدار می‌دهد هر کسی که به فکر مداخله در گزینش مقام‌های دولت افغانستان باشد، باید برای 100 سال جنگ آمادگی بگیرد. رئیس جمهور اتهام‌ها را درباره برکناری رحمت الله نبیل به خواست پاکستان به گونه جدی رد می‌کند و می‌گوید که آمدن تغییرات در نهادهای حکومتی در هر کشور کار معمول است. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با ستایش از کارکردهای رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی میگوید که پذیرفتن استعفای آقای نبیل کار ساده نبوده. شکیلا ابراهیم خیل در این باره گزارش ساخته. پس از کنارگیری رحمت الله نبیل از ریاست عمومی امنیت ملی، رئیس جمهور غنی از کارکردهای آقای نبیل ستایش می کند و تغییر در مقامهای نهادهای دولتی را یک امر معمول می داند. آقای نبیل دیروز استعفا کردند، استعفایشون منظور شد. تغییر افراد در یک نظام یک پدیده معمول است و امنیت ملی یک نهاد ملی است، یک نهاد است که باید غیر سیاسی باشه.
رئیس جمهور آوازه ها را درباره اینکه کناره‌گیری آقای نبیل از خواستای پاکستان بوده است رد می کند و هشدار می دهد هر کسی که فکر مداخله در تعیینات افغانستان را داشته باشد برای 100 سال آمادگی جنگ را بگیرد. هر چوک چه دا فکر لری چه دا افغانستان ولسمشر یا دا امنیت شورا یا هر غلی دیده دولت به او چات اجازه ورکی چه ارتوهی چه او غلی دا امنیتی نهادو لری کی سل کال جنگ دی پار آمادگی اونیسی. هر چوک چه دا توروهی ملی خیانت خواته سی. در همین حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که پذیرفتن استعفای آقای نبیل کار ساده نبوده است. استعفایشان که در این موقع صورت گرفت هی حق هر کس هر منصوب دولت است در زمانی که خودش احساس میکنه و تصمیم میگیره به این تصمیم ما احترام گذاشتیم اگرچه که قبولی از این مسئله آسان نبود برای ما. از سوی هم آجی محمد محقق نیز در این باره چنین میگوید. سیستم و نظام امنیت فکر میکنم سر جای خود محکم هستند. آقای نبیل اگر استعفا کرده باشه هم و فکر میکنم قدر خلای زیادی به وجود نمیه، اما اگر ایشان استعفا نمیکردن و در نظام میبودن موثرتر بود. رحمت الله نبیل رئیس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی پس از نشست قلب آسیا در اسلام آباد در صفحه فیسبوکش از رئیس جمهور انتقاد کرد و پس از آن در نامه‌ای که به رئیس جمهور فرستاده است گفته است که در چند ماه اخیر با برخی از سیاست‌های حکومت موافق نبوده است. از همین رو دیده می‌شود که تنها نشست قلب آسیا علت کناره‌گیری آقای نبیل نه، بل اختلاف نظرها میان وی و حکومت از ماه‌ها بدین سو ادامه داشته است. و بیننده های گرامی، جزئیات بیشتر در برابری رویداد که لحظات پیش در کابل اتفاق افتاد. گفته می شود که یک انفجار نیرومند در ساحل شیرپور شهر کابل اتفاق افتاده و در حال حاضر محل رویداد از طرف نیروهای دولتی محاصره شده و اجازه رفت و آمد هم در محل داده نمیشه. جزئیات درباره تلفات و چگونگی این رویداد بدتر و ادامه خبرها. جنرال محمد مسعود اندرابی سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی معرفی شد. آقای اندرابی پیش از این به حیث معاون عملیاتی ریاست عمومی امنیت ملی کار کرده. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در هنگام معرفی سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که با تغییر رهبری در ریاست امنیت ملی در هدف ها و برنامه های این نهاد هیچ تغییر به میان نخواهد آمد. رئیس اجرایی از کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی خواسته که با دشمنان کشور مبارزه جدی کنند. در همین حال سرپرست ریاست امنیت ملی تعهد می‌سپارد که این نهاد را مستقل و غیر سیاسی نگه خواهد داشت. غفور صبوری گزارش می‌دهد. پس از منظوری صفای رحمت الله نبیل رئیس جمهور شام روز پنجشنبه نشست فوق‌العاده رهبری حکومت را در کاخ ریاست جمهوری برگزار کرد تا کس را از داخل ریاست عمومی امنیت ملی جانشین آقای نبیل بسازد. به اساس مشورت انجام دادیم، تصمیم گرفتیم که از جناب اندرابی درخواست کنیم که سرپرستی امنیت ملی را به عهده بگیرد. سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی پیش از چاشت روز جمعه پس از معرفی و کارش آغاز کرد. رئیس اجرایی در هنگام معرفی آقای اندرابی میگوید که حکومت وحدت ملی با تمامی نیرو از کار و فعالیت های امنیت ملی دفاع و پشتیبانی خواهد کرد. این مسئولیت و این وظیفه بسیار بزرگ و خطیر ملی به عهده آقای مسعود اندرابی که قبلا معاون اپراتیوی امنیت ملی بودن، این مسئولیت بزرگ به عهده ازیا گذاشته میشه. در همین حال سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی در سخنانش میگوید که با تمام توان کار خواهد کرد. تعهد کوم چې د ملي امنیت عمومی ریاست د یو خپلواک غیر سیاسی او مسلکی ارګان په توګه وساتم او د ملي امنیتی قهرمانانو منسوبینو په مټ به د امنیت په ټینګښت او د دښمنانو د دسیسو او توطیو په شنډولو کې هر راسای او کوښښ وکړم. تورن جنرال محمد مسعود اندرابی که پیش از این به حیث معاون عملیاتی ریاست عمومی امنیت ملی کار میکرد در رشته مدیریت و فناوری معلوماتی تحصیل کرده است. جنرال اندرابی 10 سال سابقه کاری در امنیت ملی دارد و در 2 سال اخیر معاون عملیاتی ریاست عمومی امنیت ملی بود. یک گزارش تازه تولو نیوز نشان میدهد که افغانستان در ماه نوامبر امسال نسبت به ماه اکتبر همین سال گواه ناامنی های کمتری بوده، در حالی که ماه اکتبر خونین ترین ماه سال 2015
15 میلادی برای افغانستان بود، اما بر بنیاد این گزارش تولو نیوز ناامنی ها در ماه نوامبر 52% کاهش یافتند. در این گزارش آمده است که تلفات غیر نظامیان نیز در این ماه یک کاهش 2% داشته. در همین حال یافته های تولو نیوز نشان می دهند که ننگرهار با بیشترین درگیری ها و عملیات های نظامی ناامن‌ترین ولایت افغانستان در ماه نوامبر بوده است. در این باره به گزارش شکیلا ابراهیم خیل توجه کنید. تولو نیوز در گزارش تازه چگونگی اوضاع امنیتی و تلفات غیر نظامیان و نظامیان را در ماه نوامبر سال 2015 میلادی بررسی کرده است. یافته های این گزارش نشان می دهند که ناامنی ها در کشور در ماه نوامبر بیشتر از 50% نسبت به ماه اکتبر کاهش یافتند. در این ماه درباره تلفات مخالفان مسئله دولت آمارهای دقیق وجود ندارد، اما نهادهای امنیتی میگویند که بیشتر از 1000 مخالف مسئله، 215 نیروی امنیتی، 86 غیر نظامی و 9 خیزش کننده مردمی کشته شدند. بر بنیاد این گزارش ولایت ننگرهار با 77 رویداد امنیتی و اعراض‌افکنی ناامن‌ترین ولایت بوده است و پس از ننگرهار هلمند با 72 رویداد، فاریاب با 49 رویداد، کندز با 37 رویداد، کندهار با 36 رویداد، غزنی با 35 رویداد، هرات با 31 رویداد و زابل با 25 رویداد ناامن‌ترین ولایت ها بودند. بر بنیاد گزارش تولو نیوز در ماه نوامبر 34% عملیات های نظامی نیروهای امنیتی نسبت به ماه پیش کاهش یافته است و اما این کاهش در عملیات های نظامی مخالفان مسلح 19% بوده است. این عملیات ها بر اساس از بین بردن تهدیدات و در ساحاتی که صورت میگیره و محاسبه میشه. به طور مثال ما در بعضی از نقاط کشور تهدیدات از بین بردیم، عملیات های ما کاهش پیدا کرده، اما در جاهایی که تهدید از هنوز هم هست، تحرک دشمن است، اوجا عملیات های ما به مقسم ادامه داره و در عملیات های خاص ما یک مقدار افزایش داشتیم. بر بنیاد این گزارش 352 عملیات نظامی، 102 حمله مخالفان مسلح، 96 رویداد کشف و بازداشت، 36 حمله مسلحانه، 33 رویداد ماین و بمگذاری، 25 رویداد خشونت و ربایندگی، 14 حمله هوایی و 13 درگیری میان مخالفان انجام شده است. گزارش می افزاید که آمار آدم ربایی ها در ماه نوامبر نسبت به ماه پیش 27% افزایش داشت. و معاون ریاست اجرائیه می گوید که در بهار آینده نیز کشور گواه ناامنی ها خواهد بود و مردم برای یک جنگ درازمدت باید آمادگی بگیرند. محمد محقق که در میان مردمان غرب کابل سخن می زد، از مردم خواست تا در تامین امنیت در کشور نقش بگیرند و در برخی از بخش ها در صورت نیاز برای دفاع از کشور آماده شوند. معاون دوم ریاست اجرائیه اینجا به یکی از مسجدهای غرب کابل آمده است تا درباره سالگرد وفات پیامبر اسلام سخنرانی کند. اما گپ‌های سیاسی نیز در این سخنرانی جا داده شده است. ما مذاکرات خود را می‌کنیم. گام‌های صلح را ما برمی‌داریم. شعار جنگ را نمی‌دهیم. اما این موضوع را باید داشته باشید که هنوز هم کشور ما دچار شدیدترین بحران‌ها هست و بعد از زمستان شاید در بهار آینده شاهد جنگ های سخت باشی. آقای محقق از احتمال افزایش ناامنی ها در بهار آینده سخن می زند و از مردم می خواهد تا در تأمین امنیت با دولت همکاری کنند. خواهش من از تمام مردم افغانستانی هست که خود برای یک جنگ طولانی مدت آماده کنند. پس از نشست قلب آسیا قرار است روند صلح با طالبان از سر گرفته شود. آگاهان به این باور هستند که با پایان فصل جنگ موضوع گفتگوهای صلح مطرح می گردد. پس از نشست قلب آسیا حکومت خوشبین است تا این روند به زودی آغاز شود و نتیجه دلخواه نیز به بار آورد. اما دیده شود که این گفتگوها چه به همراه خواهد داشت. شما را از بزرگان قوم ها که از وزیرستان به ولایت خوست آمدند از کمک حکومت و مردم افغانستان استقبال می کنند. این بزرگان اقوام با توجه به فرهنگ و زبان مشترک مردمان وزیرستان و افغانستان می گویند که در بیش از 1.5 دهه باشندگان قبایلی با ویژه وزیرستانیان از حمایت حکومت و مردم افغانستان بیشتر بهرمند بودند. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور پیشین پاکستانی خواندن مردمان وزیرستان را از سوی رئیس جمهور غنی سخت انتقاد کرده. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر.
ادامه خبرها. مخالفان حکومت سوریه به توافق رسیدند تا با حکومت این کشور گفتگو کنند. گروه های مخالف حکومت سوریه در نشست در ریاض پایتخت عربستان سعودی میگویند که از بهره پایان دادن به بحران در این کشور آماده گفتگو با حکومت سوریه هستند، اما تاکید می‌ورزند که در حکومت آینده سوریه بشار الاسد باید نقش نداشته باشد. در همین حال وزیر خارجه عربستان سعودی به رئیس جمهور سوریه هشدار داده که اگر از قدرت کنار نرود با گزینه نظامی ناگزیر به کنار رفتن از قدرت در سوریه خواهد شد. نشست شورای امکاری های خلیج با توافق روی آغاز گفتگوها و کنار رفتن بشار الاسد از حکومت سوریه پایان یافت. نمایندگان گروه های مخالف حکومت سوریه و کشورهای شورای امکاری های خلیج به توافق رسیدند در صورتی که بشار الاسد در حکومت آینده سوریه نقش نداشته باشد. گفتگوها میان گروه های مخالف حکومت سوریه برای پایان دادن به بحران سوریه در دمشق برگزار گردد. بشار الاسد دو راه حل دارد: یا از طریق گفتگوها حکومت سوریه را ترک کند، یا وای ناگزیر ساخته خواهد شد تا از طریق جنگ حکومت این کشور را ترک کند، زیرا مردم سوریه نمیپذیرند که هو دیگر در قدرت باشد. واشنگتن از این توافق استقبال میکند. ما از توافقی که در نشست ریاض میان مخالفان حکومت سوریه صورت گرفت استقبال میکنیم، به ویژه اجماعی که برای یک سوریه دموکراتیک و کثرت‌گرا میتواند به جنگ های داخلی این کشور پایان بدهد را میستایم. بر بنیاد توافقی که صورت گرفته است، گفتگوها میان حکومت سوریه و گروه های مخالف درباره برقراری آتش بس و تشکیل یک حکومت موقت برای برگزاری انتخابات عادلانه در سوریه در ماه جنوری سال آینده میلادی برگزار خواهد شد. نخست وزیر کانادا از ورود پناهجویان سوری به این کشور استقبال کرد. وی در هنگام دیدار با نخستین دسته از پناهجویان سوری که وارد این کشور شدند میگوید که کشورش آماده است تا پناهجویان کشورهای جنگ زده به ویژه سوریه را بپذیرد. و این همچند خبر اقتصادی. کار پروژه تاپی تا دو روز دیگر به گونه عملی آغاز خواهد شد. رئیس جمهور غنی میگوید که کار عملی پروژه تاپی به روز 14 ماه ربان میلادی با حضور نمایندگان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در ترکمنستان آغاز خواهد شد. در همین حال شماره از آگاهان امور اقتصادی با در نظر داشته اهمیت پروژه تاپی برای افغانستان و دیگر کشورهای شامل این پروژه میگوید که حکومت افغانستان باید آمادگی های لازم را برای عملی ساختن و حفاظت از این پروژه داشته باشد. زرمینه محمدی گزارش می‌دهد. رئیس جمهور غنی که در یک نشست خبری سخن میگفت میگوید که قرار است تا دو روز دیگر سنگ تهداب پروژه تاپی در کشور ترکمنستان گذاشته شود. پس فردا ان شاء الله تعالی سنگ تهداب پروژه تاپی که از یک دهه زیادتر ما برش منتظر بودیم گذاشته خواهد شد. ترکمنستان اقدامات نهایت وسیع برای تحکیم اقتصادی افغانستان روی دست گرفته. در این حال شماره از آگاهان اقتصاد میگویند که پروژه تاپی از پروژه های مهم و اقتصادی برای افغانستان است و دولت باید بیشتر از دیگران برای عملی شدن این پروژه به گونه درست تلاش کند. اگر در این پروژه ما اولویت را برای مردم عموم منطقه بتیم که از اونجا این پایپلاین عبور میکنه، از یک طرفی مردم کار پیدا میکنن و از طرف دیگه ما جوانای کمتری را به طرف صفوف مخالفین مسلح دولت روان میکنیم. افغان حکومت به ډیر هڅه وکي چې دغه سیمونه چې پایپ لاین تیریږي، د ګاز لاین تیریږي، پایپ تیریږي او نورو هیوادونو ته ځي، باید عظمی هڅه وکي تر څو د ولایتونو امنیت وساتي. پروژه تاپی که بر بنیاد آن گاز ترکمنستان از رای افغانستان به پاکستان و هند خواهد رسید، گذشته از اهمیت اقتصادیش برای افزایش درآمدهای ملی، زمینه‌های رشد صنایع را در کشور فراهم خواهد ساخت. با عملی شدن این پروژه افغانستان می‌تواند مقدار کافی گاز مایع را از این لوله با بهای مناسب بگیرد. و وزارت زراعت و آبیاری از سبزی تخم‌های اصلاح شده در تمامی ولایت‌های کشور خبر می‌دهد. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری گفتند به علت مشکلات مالی امسال نتوانستند تخم‌های اصلاح شده را به کشاورزان در زمان معین آن توزیع کنند، اما با آن هم این وزارت با استفاده از منابع داخلی 6000 متریک تن تخم‌های اصلاح شده در دسترس کشاورزان کشور قرار داده.
و بیننده های محترم رویداد های ورزشی خبر های امشب را همکارم سمیر رسا تقدیمتان میکند. آقای رسا تشکر. ادامه خبرها پس از وقفه تقدیمتان میشود. باستم خوش آمدید. فدراسیون فوتبال اسپانیا درخواست تجدید نظر باشگاه رئال مادرید برای بازگشت به رقابت‌های کوپا دل ری را رد کرد. پس از آن که رئال مادرید به علت استفاده از دنیس چرشوف بازیکن محروم خود در رقابت‌های جام حذفی اسپانیا از این رقابت‌ها کنار گذاشته شد، مسئولان این تیم با بیان این که از محرومیت بازیکن خود اطلاعی نداشتند، خواستار تجدید نظر در حکم صادر شدند. اما فدراسیون فوتبال اسپانیا با بررسی موضوع درخواست تجدید نظر باشگاه رئال مادرید را نپذیرفت و به این ترتیب این تیم از جام حذفی کنار گذاشته شد. دوازدهمین در رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های جهان در سال 2015 میلادی با پیروزی میزبان آغاز شد. در نخستین دور رقابت‌ها که در شهر یوکوهامای ژاپن برگزار شد، تیم سانفرس هیروشیما قهرمان جی لیگ ژاپن با دو گل اوکلند سیتی نیوزلند قهرمان اقیانوسا را حذف کرد و به مرحله یک چهارم صعود کرد. در دومین رقابت‌ها روز یکشنبه کلوب آمریکای مکزیک و مساف گوانگژوی چین می‌رود. پرونده مرحله گروهی لیگ اروپا با برگزاری 12 دور بسته شد. در دورهای برگزار شده دنپرو اوکراین 3-0 روزنبرگ نروژ را شکست داد. لازیو در برابر سن آتین فرانسه 1-1 متوقف شد. اسپورتینگ لیسبون 3-1 بشکتاش را شکست داد. لوکوموتیو مکسیکو 3-0 اسکندریوبی را مغلوب ساخت. فیرنتینا 1-0 بلانزا لیسبون را از پیش رو برداشت. آرنولد پراتلا هافبک میانی تیم فوتبال هندوراس پنجشنبه شب در بندر لیسیبیا در شمال هندوراس با ضربه گلوله کشته شد. پراتلا 26 سال داشت و برای تیم المپیای هندوراس بازی میکرد. 27مین دور رقابت‌های لیگ جهانی والیبال با حضور 36 تیم در سه کاتگوری از 27 جوزات تا 27 اسد برگزار می‌شود. در کاتگوری نخستین رقابت‌ها 12 تیم حضور دارند و پس از پایان مرحله مقدماتی یا میان قاره‌ای تیم میزبان مرحله پایانی به همراه 5 تیم برتر به مرحله نهایی صعود می‌کنند. فرانسه، ایتالیا، استرالیا، روسیه، آمریکا، برزیل، ایران، آرژانتین، صربستان، بلغاریا، بلژیک و پولند 12 تیم شرکت کننده در کاتگوری نخست لیگ جهانی 2016 میلادی هستند. دست توجهتان به خبرهای این ساعت همچنان تشکر. خدا نگهدار.